داستان ترسناک جوانان آسیایی که با وحشت در خواب جان میدادند ماجرایی که در اواخر دهه 1970 در ایالات متحده آمریکا رخ داد نه تنها همچنان داستان بسیار ترسناکی است بلکه هیچ وقت اسرار پیرامون آن به طور کامل حل نشد در آن دوران به یک پارچه گزارش باورنکردنی از روزنامه های نیویورک تایم و لس آنجلس تایم سر در که همگی از مرگ اسرارآمیز جوانان اهل همونگ خبر میدادند همون مردمانی از نژاد لاوسی بودند که در طی جنگ ویتنام برای آمریکایی‌ها جنگیده بودند اما پس از پایان جنگ هدف تصفیه‌های های بیرحمانه دولت کمونیست لاوس قرار گرفته بودند بسیاری از همونها در این دوران پر از بیم و ترس یا زندانی شده و به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند یا اینکه به جوهای مرگ سپرده شدند از این رو بسیاری از آنها برای زنده ماندن با آمریکا گریختند اما ظاهرا قرار نبود کابوس آنها هیچ وقت به پایان برسد مدت ها بعدن اولین مهاجرت ها بسیاری از جوانان همون بدون هیچ پیش زمینه ای در خواب تسلیم مرگ شدند بنا به گزارش ها و شهادت خانواده ها قربانیان پیش از مرگ مدام از دیدن کابوس های وحشتناک شاکی بودند این کابوس ها به حدی هولناک بود که بسیاری از قربانیان تا چندین روز برای نرفتن به خواب مقاومت میکردند اما سرانجام وقتی که به خواب میرفتند ناگهان با زجه های دلخراشی از خواب بلند می شدن و تا خانواده و دوستان بر سر بالینشان برسند تسلیم مرگ می شدن. اگر این داستان ترسناک آشناس به این خاطر است که ویس کریون فیلمساز فقید با الهام از همین ماجراها ستاره فیلم های از چر فردی کروگر و داستان فیلم کابوس در خیابان علم سال 1984 را خلق کرد شخصیتی که قربانیان خود را در خواب به دام میانداخت و با روش های بیرحمانی به کام مرگ میفرستاد موارد مرگ نابهنگام جوانان همگی در آن دوران به حدی زیاد بود که به سرعت توجه رسانه ها را به خود جلب کرد و موجی از نگرانی ها در بین جامعه مهاجران همون به وجود داد. در آن زمان حدود 35 هزار نفر از همون در آمریکا زندگی می کرد. مریومیر جوانان همون در سال 1981 با اوج خود رسید. در این سال 26 مرد همونگی تسلیم مرگ شدند. تمامی این قربانیان مردان جوان بین 25 تا 44 ساله بودند و همگی به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده بودند. موقعان در کالبوت شکافی ها متوجه هیچ گل ناانجاری نشدند به همین دلیل در ابتدا مطبوعات به این پدیده اثرامیز سندرم مرگ آسیایی لقب داد. بعد با این پدیده عنوان غیر نجادی مرگ نایهانی غیر منتظره یا سندرم ورووادا داده شد. هرچند علت مرگ این جوانان هیچ وقت مشخص نشد اما فرضی های زیادی در مورد آن مطرح شد. یکی از این فرضی ها استرس بالا به دلیل فلج خواب را علت مرگ این جوانان می دارستن. هر هرچند پدیده فلج خواب یا همان بختک به خودی خود نمی تواند کشنده باشد. اما احتمالا مردان همونگی با قولباری از مشکلات و زعبهای روحی و روانی بخصوص به دلیل گروختن از کشور در بحبه های قتل آم و نسکشی و فرهنگی و نژادی مشکل زبان تطبیق فرهنگی و اشتغال در کشور تازه به شدت آسیب پذیر بودن. در همین حال عامل دیگری هم می توانست باعث واکنش غرناکتر مردان همون به فلج خواب شده باشد. هومونگ‌ها در فرهنگ خود به شکلی از همه جان انگاری یا باور به روح در همه چیز عقیده داشتند. آنان هنگام ترک سرزمین مادری خود حس می کردن از روح نیاکانی خود جدا افتادند. روحی که قبلا از آنان در برابر اربا خبیس محافظت می کرد. مهاجران همون از این وحشت داشتند که ارواح نیاکانی آنان نتوانست است همراه و آنان از اقیانوس اطلس بزرگ کنند و وارد خاک آمریکا شوند از این رو هیچ حامی و محافظی در برابر اربا خویس به خصوص دعاچو نداشتند ها در سرزمین مادری خود با قربانی کردن و پیشکش خشم دعاچو را فرو نشانند ولی حال این رسومات دیگر اجرا نمی‌شدند اما با وجودی که زنان هموم نیز کابوس های هرناک داچو را میدیدند اما به دلیل فرهنگ مرد سالارانه همونگا همیشه مردان باید پاسخوی داچو می بودن. نکته جالب در مرگ همونگا این است که این پدیده هرناک به مرور کمرنگ شد. گویی داچو انتقام خود از بیغلمتی را گرفته بود و دیگر کاری به کار آنها ند.